سلام خدا و عرض سلام شما بیننده هر ساعت خبر از یک هستید. دو پلیس محلی در ولایت کندهار سه همکارشان را کشت. سخنگوی ولی کندهار میگوید درگیری میان افراد پلیس محلی شب گذشته در منطقه نلغام و ولسوالی ژیره رخ داد. وی افزود که پلیس های محلی پس از کشتن سه تن از همکارانشان از ساحه فرار کردند. سخنگوی ولی کندهار علت این درگیری را اختلافات شخصی میان آنها دانست. با پرونده های خشونت در برابر بانوان در ولایت هلمند کمتر رسیدگی می شود. رئیس امور زنان ولایت هلمند می گوید نزدیک به 40 پرونده خشونت در برابر بانوان در سال روان به ثبت رسیده است که سبب بیشترین خشونت ها فرار از منزل و طلاق شده است. در این حال وی از نهادهای عدلی و قضایی خواست که در بررسی این پرونده ها توجه جدی نمایند. 8 طالب از اثر عملیات های نیروهای امنیتی در کشور کشته شدند. وزارت امور داخله در خبرنامه گفته است که این عملیات ها در جریان 24 ساعت گذشته در ولایت های نورستان، کنر، کندهار، زابل، پکتیا و هلمند انجام شد. خبرنامه می افزاید که 5 طالب دیگر در این عملیات ها زخم برداشته و 20 تن آنها بازداشت شدند. دو مخالف مسلح دولت در نتیجه عملیات نیروهای ویژه در ننگرهار کشته شدند. این عملیات نیمه شب گذشته در منطقه انبارخانه ولسوالی بتیکوت ننگرهار انجام شد. احمد زیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار گفت در این بمباران دو مخالف مسلح دولت کشته، دو تن زخمی و چند تن دیگر آنان بازداشت شدند. بر بنیاد یک خبر دیگر 4 تن در یک خانه در ولسوالی کامه این ولایت زخم برداشتند. با گفته آقای عبدالزی این ماین شب گذشته در منطقه صاحبزاده گان ولسوالی کامه در خانه منفجر شد که اعضای آن مشغول ساختن ماین بودند. در پی ترور ارسلا جمال ولی لوگر شمار زیادی از مقام های امنیتی این ولایت از کار برکنار شدند. وزارت امور داخله در خبرنامه نوشته است که عبدالحکیم اسحاق زی بعث سرپرست فرماندهی پلیس ولایت لوگر و عبدالولی طوفان بعث سرپرست آمریت امنیتی فرماندهی تعیین شدند. در این حال یک منبع امنیتی ملی که نخواست نامش فاش شود گفت که رئیس و 4 تن از مدیران ریاست امنیت ملی ولایت لوگر به دلیل غفلت در انجام وظیفه از وظیفه برکنار شدند. ولی لوگر در روز نخست عید قربان از اثر انفجار در مسجد جامع شهر پل علم کشته و 15 تن از نمازگزاران زخمی شدند. رئیسان جمهور افغانستان و تاجیکستان درباره گسترش مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به توافق رسیدند. ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه می نویسد که رئیس جمهور کرزی و امام علی رحمان در دیدارشان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان بر ضرورت همکاری های همجانبه جامعه جهانی با افغانستان پس از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از کشور تاکید کردند. مبارزه جدی با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و تهدیدهای سازمان یافته، پشتیبانی از ساخت و خطوط انتقال برق از تاجیکستان و افغانستان و از آنجا به ایران و پاکستان و گسترش تجارت میان افغانستان و تاجیکستان از دیگر توافقهای هر دو رئیس جمهور خوانده شده است. و سازمان عفو بین الملل وضعیت حقوق بشری در عربستان سعودی را وخیم اعلام کرده است. این سازمان می گوید که عربستان سعودی به اصلاحات که 4 سال پیش وعده انجام آن را داده بود عمل نکرده و میزان خشونت ها را افزایش داده است. عفو بین الملل گفته است که فعالان این کشور با ابزهای خودسرانه، محاکمه های ناعادلانه و شکنجه روبرو هستند. قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست را در ژنو در مورد وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی برگزار کند. این بود فشرده تازه ترین خبرها. تا این ساعت از توجهتان سپاس.